سلام، من مگی مهران هستم از چنل یوتیوب سلسیوم دوره آموزش جنگ و جلسه 43. ریکورد کرده بودم این سه جلسه اخیر رو، دوباره پاک شد. از اول ریکورد کنیم، نمیدونم چرا اینطوری میشه. اتفاقات کوچیکی که رخ میدم و جلسات پاک میشن. این جلسه میخوایم پنل مدیریت ادمین LTE رو دانلود کنیم، حالا برای پروژمون استفاده کنیم، کارهای اولیه‌اش رو انجام بدیم و کل اون پنل مدیریتمون رو بر این پایه بسازیم. جلسه قبل هم که صفحه لاگین رو کامل کردیم. اینو بریم محیط برنامه نویسی. من حتی بهتون نشون بدم که پروژه رو کامیت زده بودم، یعنی گیت لاگ که میگیرم دو تا کامیت داشتم، نداشتم، ریست کردم قبل از اینکه ویدیو رو بخوام چیز کنم، ریست کردم سورسو. حالا فکرم تو گیتلب باشه، ولی چون هنوز پوش نکردم. gitlab.com/mtarif/django فکرم اینجا باشه. خب اینجا میبینید دو تا فکرم کامیت داشته باشم که ایناست، جلسه 43 و 44 و یه دو هم آپدیت کردن کیت ایگنور. ولی الان دوباره ریست کردم، میخوام جلسه 42 رو ادامه بدم، یعنی بعد از جلسه 42 میریم جلسه 43. بذارید ببینم چیا داشتیم چیا نداشتیم. یه بار اینجا رو فعالش کنیم، بعد بگیم manage.py run server. خب یه بار پروژه رو نگاه کنیم، میرم بخش اکانت، لاگین میکنم و خب میخوایم این سفر رو با ادمین LTE بنویسیم. من میگویسم ادمین LTE. حالا یه بار سایتش رو بهتون نشون بدم، سایت هستی پروژه رو اینجاست، منتظر میمونیم که صفحه باز بشه. خب اینجا یه دونه لایف پریویو داره، یه همچین تمپلیتی هست. بچه ایده هایی داده بودم، مثلا اینکه ویو های سایت روی یه همچین نموداری قرار بگیرن، یه همچین چیزهایی رو هم میسازیم. اینا هم هستن، حالا یکم کارهای خیلی دیگه پیشرفته ای میشن، جلسات ما خیلی خیلی زیاد میشه، ولی جالب میشه اگه بخوایم پیادهش کنیم. یه همچین بخشایی هست، میبینید اینجا اون تسک ها رو قرار داده، میبینید یه همچین ایدایی، این بچه ها هستن، تقویم هست. جالبه، یک قالب جالبه. من بخش های مختلفش رو نشون بدم. حالا اینجا لیات هاشه کاری نداریم، ویجت هاش هستن به این شکل. اینجا مثلا میشه در آینده سوکت نویسی کرد و اون بخش چت رو پیاده کرد، یه همچین قسمتی رو. اگر بخوایم یک اپلیکیشن مثل توییتر بنویسیم، این بخش ها خیلی به درد میخورن. بعد حالا نمودارهاش رو خودتون نگاه میکنید، المنت هاش خیلی جالبه، مثل همین باتن هاش، میبینید یه همچین باتن هایی هست. هر کدوم رو بخواید، اینا هم حالا شبکه های اجتماعی هست، هر کدوم رو بخواید خیلی راحت میتونید سورسش رو کپی کنید توی پروژهتون استفاده کنید. مودال هاش هم خیلی جالب بودم، من نگاه میکردم به این صورت، میبینید. بعد فرم هاش، یه همچین فرم های برای ارسال مقاله و ارسال اطلاعات خیلی جالبن، و حالا بخش مختلفی که این قالب داره. ولی من میخوام از نسخه راستش استفاده کنم، پس میگم یه دونم RTL می نویسم. میتونید نگاه کنید، ولی اونی که من خوشم اومد این علی رابعه بود، یک دیولوپر عراقیه. این من راستشش رو خیلی خوشم اومد ازش، به این شکل اومده راستشین کرده، به خاطر همین من همین رو میخوام در پروژه استفاده کنم. کپی میکنم میام روی دسکتاپ. حالا میخوام کلونش کنم پروژه رو، ببینم ترمینالمون اینجاست، git clone اون پروژه‌ای که هست، ادمین LTE 3 نسخه RTLش. منتظر میمونیم که پروژه کلون بشه. این عملیات خیلی هم سریع قرار رخ بده و خب تموم شد. الان میخوام چیکار کنم؟ حالا این فایل ایندکس رو یه بار باز کنیم با فایرفاکس. خب میبینید که همچینه چیزیه، حالا خیلی هم خوشگل در آورده، خیلی هم دستش درد نکنه.
من فایل هایی که نیاز دارم رو جدا می کنم و فایل هایی که نیاز ندارم رو حالا پاک می کنم از اینجا. ببینید، من به اینا نیاز ندارم. به همراه این عکس، کامپوزر، پوشه پلاگینز رو می خوام، فایل های استاتیک توشه، پوشه پیجز به دردم نمی خوره، اون فایل های HTML توش هست. حالا من از خود تمپلیت استفاده خواهم کرد، می بینید جلوتر. داکیومنت هاش هم نیاز ندارم، این دیست باز فایل های استاتیک توش نگه میدارم و این بیلد هم نیاز ندارم. یعنی اینا شد کل فایل های من. این دوتا قراره که به عنوان فایل های استاتیک باشن، پس من اینا رو از اینجا کاتشون میکنم، توی پروژه اصلی میبرم پوشه استاتیک رجستریشن، یه پوشه میسازم به نام ادمین LTE که بدونم حالا اینجا قرار گرفته فایل های استاتیکش، و اینجا پیست میکنم. همچنین این فایل ایندکسی که هست، اینو قراره ببرم به پوشه تمپلیتس، پس میبرم تمپلیتس رجستریشن، همینجا پیستش میکنم. اسمش رو این بار میذارم base.html. قراره که بیس اون بخش مدیریت من این باشه دیگه، و صفحات دیگه مثل هوم بیان از این بیس ارسفری داشته باشن. خب حالا پروژه رو میخوام با سابلایم تکس باز کنم. خب بریم کارهای اولیه رو انجام بدیم. این پوشه تمپلیتس که بود، این فایل بیس، ببینید یک سری فایل های استاتیک هست که باید اینا رو یه کاری کنم که از بخش استاتیک های جنگو بخونه. من ورد رپ هم رو میبندم، همین اول کار میگم لود استاتیک که بتونم از استاتیک استفاده کنم. خب یه سری از اینا به صورت CDN هن، مثلا این CDN، اینا رو نباید تغییر بدم، ولی اونایی که CDN نیستن رو سلکت میکنم، مثل اینجا اینجا، بعد حالا اینا رو انتخاب میکنم، اینم انتخاب میکنم، اینم انتخاب میکنم، این CDN، این CDN، اینجا رو هم باز انتخاب میکنم. خب میبینید اینا سلکت شدن. اولش چی می نویسم؟ می نویسم استاتیک و میگم برو پوشه رجستریشن، بعد برو پوشه ادمین LTE، و حالا از اونجا پلاگین و هر چی که هست. بعد میرم آخر این تگ، خب میخوام این استاتیک رو ببندم و به این صورت حالا استاتیک رو بستیم. همین کار رو باید برای فایل های جاوا اسکریپت هم انجام بدم، همچنین عکس هایی هم هستن توی سایت. به خاطر این من این بخش رو کپی میکنم، میام انتهای فایل. خب میبینید این CDN، بقیه CDN نیستن، پس اینا رو هم میتونم خیلی راحت انتخاب کنم به این شکل. خب همه رو انتخاب میکنم. خب اون استاتیک، اون مسیری که بود رو پیس کردم و میام انتهای فایل. اینجا این مسیر تگ استاتیک رو میبندم. خب پس تا اینجا حالا یه چیزی ساختیم با بیس. بریم بگیم که این هوم بیاد از این بیس ارسپری بکنه. به خاطر همین این ابتدا میگم که بیا اکستندز کن از حالا مسیر رجستریشن فایل base.html. حالا بریم پروژه رو یه بار اجرا کنیم تا همینجا ببینیم چی ساختیم چی نساختیم. یه بار رفرش میکنم، میبینم که اون فایل های استاتیک هم همه لود شدن. یه سری مشکلات هست، مثلا اینجا میبینید نوشته admin LTE logo، این یه دونه عکسه، بذارید اینجا نشونتون بدم، این یه دونه عکسه که این هم باید بگیم که بیاد حتما توی سایت نمایش بده. یا اینجا الکساندر یه چیزی نوشته، اونجا هم باز یه عکسی هست، اونا رو هم باید مسیر استاتیکشون رو مشخص کنیم. میبینید یه دونه این عکسه، یه دونه هم این عکسه. اینجا باز تگ استاتیک رو باز میکنم و میگم برو پوشه رجستریشن، بعد ادمین LTE، و حالا اینجا هم تگ رو این انتها میبندیم. یه سینگل کوت میزنم، تگ استاتیک رو بستم. خب سیو میکنم تغییرات رو، یه بار دیگه نگاه کنیم. خب الان داره تقریبا نمایش میده. فکر کنم جاوا اسکریپت ها لود نشدن. آره یکم جاوا اسکریپت ها مشکل دارن، ببینم مشکلش چیه. خب مشکل فکر کنم اینه که این دوتا رو اینجا جی کوئری و
حالا اون زیرش رو اینا رو هم اد نکردیم. عجب، از این اشتباه نکنید. خب اینم باز، حالا اینجا بیایم تگش رو ببندیم، بعد همین میام فایرفاکس یه بار پروژه رو رفرش کنیم و خب الان دیگه داره خوب کار میکنیم، منو هم دارن خوب کار میکنن. خب حالا بریم این قالب رو از همون بالا شروع کنیم روش کار کردن، بخش های مختلفش رو کار کنیم و یواش یواش بریم جلو. خب این سایت بار که میبینید اینجا، این یه بخشه که میخوام اینو جدا کنم، مدیریت کد ها برامون راحت تر بشه. به خاطر همین اینجا میام مینویسم ببینم سایت بارش کجاست. خب سایت بارش فکر کنم همینجاست دیگه، درسته؟ درست. خب ببینید من اینجا رو کلن کات میکنم، اینو بستم تگش رو، کل کتاش رو کات میکنم، میام اینجا یک فایلی میسازم توی پوش ایلستریشن به نام sidebar.html، کدا رو اینجا پیست میکنم و اون sidebar رو اینجا اینکلود میخوام بکنم به این صورت. میگم اینکلود کن از مسیر registration فایل sidebar.html. خب یه بار چک کنیم ببینیم اینکلود میشه یا نه. خب میگه که استاتیکا رو لود نکردی توی sidebar، چون توی sidebar هم داریم از استاتیکا استفاده میکنیم. این همین ابتداش میگم چی؟ لود استاتیک، چون ببینید اومدیم اینجا ها فکر کنم بود یه ایمیجی داشت، آه میبینید اینجا مثلا از استاتیک استفاده کردیم، باید لودش میکردیم. خب دوباره داره خوب کار میکنه. حالا بریم روی این سایت بار کار کنیم و این بخش ها رو با هم بسازیم. اینجا که نوشته ادمین LTS، مثلا میخوام بنویسم وبلاگ جنگویی، دقیقا اینجا وبلاگ چنگی. این فونت ویف لایت رو هم پاکش میکنم، حالا بهش نیاز ندارم. و اینجا هم که نوشته الکساندر، حالا جناب آقای پیرس نمیدونم چی، میخوام از یوزر گت اندرلاین فول نیم رو اینجا قرار بدم. خب میبینید مهران تعریف رو نوشت و وبلاگ جنگوی رو. این عکس رو بعدا یه کاریش میکنیم، از گراواتار استفاده میکنیم. الان بخوام بگم خیلی دیگه گیج کننده میشه، ولی بعدا از گراواتار استفاده میکنیم براش. خب میبینید که اینجا فونت ساحل رو نگرفت، من از فونت ساحل میخوام توی پروژه استفاده کنم. به خاطر همین فکر کنم همین مسیر استاتیک رجستریشن لاگین CSS و RTL اومده بودم، یه همچین خط کدی رو اضافه کرده بودم، همین رو کپی میکنم، از CDN استفاده کرده بودم. برای ادمین LTE این مسیر دیست، حالا اینجا یک اتفاقی افتاده بهتون میگم قضیه چیه. بخش custom.css که اون CSS های RTL کردن هست، همینا رو پیست میکنم. خب حالا اینا هم نیاز نداشتم همینا رو، ولی پیست کردم. یه بار صفحه رو رفرش میکنم، خب اون فونت ساحل هم گرفت. حالا اینجا یک اتفاقی افتاده، میبینید این مسیر دیست یکم رنگش فرق میکنه، یکم کم رنگ تره. این قضیهش اینه که بذارید من بهتون اینجا نشون بدم. من میگم کتکن فایل گیتیگنور رو، خب این فایل گیتیگنور منه، اومده یک خط کد جالبی گفته توش برای پایتون، گفته که مسیر دیست رو بیا چی میگن ایگنورش کن، یعنی توی گیتیگنور واردش نکن. یکم اتفاق بدیه که اینجا افتاده. حالا چی کارش میشه کرد؟ یا اینکه حالا از اینجا این دیست رو بگیم که کیت ایگنورش نکن، یا اینکه اسم این فایل رو اینجا عوض کنیم، این پوشه رو. من اسم این پوشه رو میخوام عوض کنم، این راحت تره. اسمش رو میذارم assets. خب و میام توی حالا این فایل بیس، میگم هر جا که ببینم کجا بود دیست، هر جا که همچین دیستی داشتی بیا بکنش چی؟ assets. خب یه بار replace all زدیم، فکر کنم دیگه الان کار کنه. خب وب سرور رو یه بار ریستارت کنیم. خب حالا وب سرور رو ریستارت کردیم و میبینیم که این عکس ها دوباره لود نشدن، اینم دوباره
بریم بگیم که از مسیر assets بیا فایلرش رو بخون. خب این الان باعث میشه که اینجا به خوبی بتونه حالا کامیت بشه. خب اینم از این. آخرین کاری که حالا این جلسه میخوایم انجام بدیم، نمیخوام جلسات خیلی طولانی بشن، فعلا این بخش رو بسازیم و اون ایده کلی اولیه رو براش داشته باشیم. بعد از اون حالا میایم این قسمت ها رو هم میسازیم. برای اینجا من یه دونه میخوام بخش مقالات باشه، به این صورت که اینجا مثلا بنویسه افزودن مقاله جدید، لیست مقالات یا همچین چیزهایی. یه دونه هم از این ویجت، حالا از این تایپ برمیدارم، اسمش رو میذارم پروفایل، که در آینده خواهم ساخت. بقیه رو میخوام فعلا پاک کنم. به خاطر همین میام چیکار میکنم؟ خب این بخش ویجت کست، بعد از ویجت همه این لیست ها رو میخوام پاک کنم. خب چون دو تا سمپل دارم دیگه براش تا اینجا. خب اینا رو پاک کردم. از این حالا سه تا هم یکیش رو دوباره پاک میکنم، دو تاش نیازه برام. خب به جای عبارت داشبورد می نویسم مقالات، اولی باشه لیست مقالات، دومی هم باشه افزودن مقاله. خب این هم باشه پروفایل. یه دونه هم حالا بچ داره، می نویسم توش جدید، همین بخش دیگه. خب یه بار دوباره ریستارت میکنم، یه همچین چیزی فعلا تا اینجا ساخته شد. بعدا موارد دیگه ای بود همینجا به این شکل اضافهش میکنیم. فقط اینجا این آیکون لوگوها که هست، اینا رو هم میخوام یه کمی عوض کنم، یه چیزای مناسب تر بذارم. به خاطر همین میرم به سابلایم تکست، اینجا که این آیکون ها هست اینجا، خب میخوام از اون آیکون که خودم میخوام استفاده کنم برای لیست مقالات. نمیدونم چرا نوشته FAR. FA معمولا کلاس فونت اسم بود، من از همون میخوام استفاده کنم، میگم FA یعنی فونت اسم. حالا اون آیکون فونت اسم رو میخوام بگم FA-List. برای این یکی هم که بخش افزودن مقاله جدید هست میگم FA-Edit. حالا Edit میتونه برای افزودن مقاله کاربرد داشته باشه. به این شکل این آیکون ها رو هم ساختیم. حالا دیگه این جلسه رو نمیخوام خیلی طولانی کنم، تا اینجا به نظرم کافیه. جلسه بعد میریم بخش های دیگر رو میسازیم، اینجا رو میسازیم و خیلی کارهای خوشگل دیگه. مرسی که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه، که اگر اینطوری بوده حتما ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید، و اگر از این دست از آموزش خوشتون میاد این چنل رو میتونید سابسکرایب کنید، برای زنگوله هم بزنید که وقتی ویدیو جدیدی قرار دادم براتون یک نوتیفیکیشن بیاد. اگر دوست دارید این دست از آموزش ها ادامه پیدا کنن از من حمایت کنید، میتونید دونیت انجام بدید، یا یعنی اینکه آموزش ها رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. تا آموزش های بعد، فعلا.